یکی از راه های افزایش فروشمون یا نقد کردن زودتر پولمون اینه که ما مسئولاتمون رو عمده بفروشیم گروهی بفروشیم کاری که ما میخوایم الان توی ووکامرس انجام بدیم اینه که ما میخوایم کل مسئولاتی که تا الان توی ووکامرس ساختیم و بیایم گروهی بذاریم برای فروش این کار یه سری نکته های ریز داره که پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید برای اینکه ما مسئول گروهی بذاریم توی ووکامرسمون خیلی راحت از بخش محصولات میایم روی افزودن محصول جدید کلیک میکنیم سر میگیم آقا فروش عمده بلینور خب عنوانم نیازی که وارد بکنیم این عنوانم من مینویسم اینجا بعدش توی توضیحات هم مینویسم که کل بلینور رو بخر ببر یه عکس هم میخواد عکس محصولم میتونم یه چیز ساده اینجا وارد بکنم این هم از نگاره محصول یا عکس محصول خب ما اینجا توضیحات رو نوشتیم عنوان رو نوشتیم بعدش عکس و همه اینایی که گذاشتیم چک میکنیم از بخش اطلاعات محصول ما باید نوع محصولمون رو بذاریم گروهی یا عمده حالا محصول ساده رو میاریم پایین مینویسیم محصول گروه بندی شده خب محصول گروه بندی شده رو من انتخاب میکنم توی توضیحاتش هم مثلا گروپ بعدش از بخش محصولات گروهی من اینجا میتونم اسم محصولات رو انتخاب بکنم مثلا بریم مثلا گوشی خب من یه گوشی قبلا اینجا وارد کرده بودم گوشی موبایل سامسونگ گلکسی اس 20 اف ای این رو انتخاب میکنم بعد میرم توی بخش محصولات ببینم دیگه چه محصول دارم که بخوام اینجا اضافه بکنم میام اینجا یه محصولی داشتم آره وبکم این وبکم رو هم میارم اینجا اضافه میکنم وب کم این وب کم همین یاد اینجا اضافه میشه حالا من دوتا تا محصول اضافه کردم که یکیش محصول ساده است که میتونین برگرین توی دوره وو کامل ببینید مرور بکنید یه محصول متغیره که خیلی مهمه دونستن اینکه چطور محصول متغیر توی وو ساخته میشه اونم میتونین ببینین حالا این دوتا رو ما به عنوان محصول گروهیمون اضافه کردیم مشتری ها میتونن عمده اینا رو بخرن بریم یه سری نکتهای رئیس ریس هست که باید اینجا یاد بگیریم روی انتشار کلیک میکنیم گزینه نمایش محصول میاد این نمایش محصول رو می‌زنیم تا صفحه فروش عمده محصولات رو ببینیم خب این صفحه فروش عمده محصولات بلینوره اینجا ما یه گزینه داریم که محصول متغیر انتخاب گزینه ها کاربر باید بزنه بره توی صفحه محصول رو ببینه که مثلا چه رنگ و چه میزان حافظه ای رمی وجود داره برمیگردیم یه گزینه وبکم کم هست که اینجا کاربر میتونه اینو فعال بکنه و افزودن به سبد خرید بزنه اما اینجا یه مشکلی هست خب هدف ساخت این صفحه صفحه فروش عمده اینه که کاربرا بتونن بدون اینکه برن داخل صفحه محصول یه تعداد محصولی رو که مشخص شده رو بخرن خب هدف ساخت فروش عمده اینه که کاربر بدون اینکه بخواد بره توی صفحه دیگه تعداد محصول رنگ محصول تعداد محصول و رنگ محصول اینجا انتخاب بکنه افزودن به سبد خرید بزنه و مستقیم بره توی صفحه پرداخت سری پرداخت بکنه خب حالا اینجا این صفحه که ما داریم مشکل داره یک مشکلی که اینجا داره اینه که مثلا نوشته وبکم لاجیتک مدل بریو اوکیه ولی فقط چک باکس زده این چک باکس دلیلش چیه این چک باکس دلیلش اینه که گزینه فروش تکی توی این صفحه محصول فعال شده یعنی اگر من الان بیام این وبکم لاجیتک خوب باز بکنم صفحه محصولش ویرایش محصول بزنم اینجا میبینین از بخش فرست موجودی این گزینه فروش تکی فعال شده پس حالا ما یا با فروش تکی رو غیر فعال بکنیم یا اینکه چه کار بکنیم میاییم از بخش محصولات ووکامرس ما باید بیایم که همینو دقیقا همین محصول رو یه بار دیگه بسازیم اما چطور این مسئولی که ما باید بسازیم باید یه کاری بکنیم که هیچ کاربری نباید اون مسئول دومی رو ببینه یعنی چی الان بیشتر توضیح میدم یعنی این محصول وب کم من دارم اوکیه دوبل میزنم یعنی اینکه یه بار دیگه اینو بساز بعدش ته عنوانش من میام بنویسم می وب کم بریو مشکی خب این ویژگی دیگه ای نداره به جز رنگش آقا وب کم مشکیه بعد هیچ کاربری هم نباید اینو ببینه یعنی اینو ما این محصول ما فقط میسازیم برای اینکه فروش تکی نداشته باشه خب و اینکه توضیحاتش هم دیگه مهم نیست و این محصول باید مخفی باشه و توی گوگل هم ثبت نشه اون محصولی که باید تو گوگل ثبت بشه همون محصول اولی است که اصلی هم توضیحات داره عکس داره ویدیو داره کاربر کسی که بخواد تکی بخره میره اونو میخره اون کسی کاربری که از گوگل میاد این صفحه رو ما میسازیم برای شرکت ها و لینکش رو نمیخوایم به همه بدیم حالا این صفحه رو محصول ما میایم قابلیت دیدن کاتالوگش رو ویرایش میکنیم این گزینه و میزنیمش روی حالت پنهان و بعد که پنهان شد تایید میزنیم و اینکه از بخش فهرست موجودی ما این فروش تکیش رو غیر فعال میکنیم حالا چون که محصول عمده است طبیعتا باید قیمت کمتری حساب کنیم این باید جنگ که بشه 8 میلیون فرض میشه 7800 الان ما این 7800 رو داریم قابلیت دیدن کاتالوگ رو هم مخفی کردیم و میتونیم روی انتشار کلیک بکنیم الان قبل از اینکه من روی انتشار کلیک بکنم اجازه بدین یه کار دیگه بکنیم ما برمیگردیم توی فروش عمده بلینور اینجا F5 میزنیم الان شما میبینید که این دوتا محصول چون که قابلیت دیدن کاتالوگشون فعال شده یعنی شما میتونید اینجا کلیک بکنین و برین توی صفحه محصول اما اینجا چون که قابلیت دیدن کاتالوگ پنهان شده ما میتونیم اینو انتشار بزنیم بعدش بیاید توی صفحه فروش عمده این محصولی که اینجا ساختیم و اونجا توی بخش محصولات گروه بندی شده یه محصول گروهی اضافه بکنیم الان ببینیم من میام اینجا محصولات مرتبط میزن وب کم خب وب کم مدل بریای مشکی اینو اضافه میکنم یه بار به رسانی میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته میایم توی فروش عمده یه بار دیگه F5 میزنیم الان میبینین که کاربر ما میتونه بیاد اینجا تعداد خودش انتخاب بکنه اینجا تعداد و کم و زیاد بکنه کامل الان چون بیشتر از 8 تا بیش... نداریم این روی 8 میمونه بعدش اینجا میبینی لینکش غیر شده چون قابلیت دیدن کاتالوگ مخفیه از طرفی قیمتش هم نسبت به قیمت مسئول. که برای همه بازدید کننده ای سایت هست باز کمتره چون فروش عمده است پس چقدر قشنگ میشه توی ووکامرس فروش عمده رو تعریف کرد الان ما یه باز یه مشکل دیگه هم داریم خب یعنی الان ما وبکم ساختیم اوکی برای محصولات متغیر ما باید چه کار بکنیم الان برای محصولات متغیر کاربر ما نمیتونه اینجا مثل وبکم لاجیتک که الان ساختیم تعداد انتخاب بکنه و لینکش هم مخفی باشه چه کار کنیم بریم محصول قبلی رو ساده کنیم یا اینکه محصول جدید بسازیم محصول جدید میسازیم باز قابلیت دیدن کاتالوگش رو مخفی میکنیم خب ما اگر ویدیو اون بخش ویدیوی ساخت محصول متغیر رو دیده باشین ما برای گوشی سامسونگی که به کامرسمون اضافه کردیم چهار تا متغیر تعریف کردیم گوشی که رم 6 بوده و قرمز بوده و سرمه‌ای گوشی که رمش هش بوده و قرمز بوده و سرمه‌ای پس اینا چهار تا میشن حالا ما باید برای تک تک متغیرها یه محصول جدید بسازیم محصول جدیدی که ساده است قابلیت دیدن کاتالوگش مخفیه فروش تکیش هم غیر و اینکه اون متغیرهاش هم به عنوان عنوانش اضافه میشن مثلا اگر یه گوشی S20 FE توی عنوان شما مثل اینجا که وبکم رو ساختیم باید یه خط تیره بزنی مثلا بگی گوشی S20 FE رنگ قرمز رم 8 یه دونه برای تست ما اینجا میسازیم بقیهش خودتون میتونیم بسازین اونجا توی فروشگاهتون الان ما میتونیم توی محصولات بیایم این گوشی S20 رو من دوبل میکنم این دوبل که شد میام اینجا مینویسم آقا گوشی S20 FE رم 8 و رنگ ارمس. این هستیم خب قابلیت دیدن کاتالوگ باید پنهان باشه مخفی باشه مسئول از متغیر باید بیاد بیرون چرا چون تا زمانی که مسئول متغیره عین این مسئولی که اینجا هست نمیتونه کاربر مثل وبکم بیاد اینجا تعدادش انتخاب بکنه پس اینو از مسئول متغیر میایم روی مسئول ساده میذاریم قیمتش چی قیمتش خب باید کمتر باشه مثلا قیمتش رو فرض میذاریم م... 9800 خب حالا قیمت دقیقش رو نمیدونم ولی قیمتش باید کمتر از اون قبلی باشه حالا فهرست موجودی داریم و حمل و نقل و مرتب گزینه‌ای که مربوط به این میشن ما برمیگردیم اینجا میایم پایین حالا اینا رو که اضافه کردیم قابلیت دیدن کاتالوگ مخفیه فروش تکی هم که غیر فعاله پس الان اینو انتشار میزنیم گوشی بعد عنوانش رو میتونیم کامل کپی بکنیم بیایم اینجا یه F5 بزنیم رفرش کنیم صفحه فروش عمده رو رفرش که کردیم میتونیم بیایم توی محصولات و مرتبط این چیزی که جدید ساختیم رو اینجا اضافه بکنیم من کنترل V میذارم که پیس بشه و اینم هم از این بعدش به روز رسانی میزنیم حالا صفحه فروش عمده رو یه بار دیگه باز میکنیم این هم از این الان گوشی S20 FE رنگ قرمز رم 8 اینجا اضافه شده کاربرمون هم... کاربرمون هم میتونه بیاد اینجا تعدادش رو انتخاب بکنه به همی راحتی میشه فروش عمده ساخت توی ووکامرس با قیمت کمتر یا با قولی فروش سازمانی انجام داد بدونی که نیاز باشه بریم از این فروشگاه های فروشگاه ساز نمیدونم چی چی میلیونی پول بدیم خیلی راحت میتونیم تو ووکامرس رایگان کل رو داشته باشیم به همین راحتی ما الان تونستیم فروش عمده بسازیم یا فروش سازمانی بسازیم الان شما میتونید لینک همین صفحه رو ایمیل بکنی به سازمان ها که بخ... ازتون عمده بخرن خب با قیمت کمتر البته خب باید دیزاین این صفحه بهتر بشه توی آموزش المنتور بهتون یاد میدم که چطور صفحه محصول و دیزاین خیلی خفنی بهش بدیم توی ادامه دوره وکامرس با من همراه باشین.